اینجا اضافه کنم، من با حرف شما کاملا موافقم، کلام خودم این رو میگه که زیرا ما را چه کار است که برای آنانی که خارجن داوری کنیم، چون اونها روح خدا رو ندارن. ما اصلا حرف نزده توی ارتباط شخصی ما، اونها این گمان رو دارن که ما دائم در حال داوری اونها هستیم، چون ارزش ها فرق کرده، زندگی و طرز فکر ما متفاوت هست و این تفاوت طرز فکر و ارزشایی که توی زندگی ما هست خواسته و ناخواسته باعث میشه که اونها فکر میکنن که ما خودمون داریم جدا میکنیم، بنابراین در هر برخوردی که داریم اونها گمان میبرن که داریم اونها رو زیر سوال میبریم، ما فکر میکنیم ما مقدسیم، اونها گناهکار هستند و این داستانا. ولی من فکر میکنم وقتی که صحبت از رابطه شخصی مقدار فراتر میره توی ساختار جامعه، توی مسائل دولتی یا قانون و اینها کشیده میشه، من فهم کنم ما به عنوان مسیحیان یه مقدار برخوردها متفاوته. اونجا دیگه شخص، حالا شما رئیس جمهور رو مثال زدید، میدونم که در مورد حالا بیشتر مسائل صحبتاتون شخصی، ولی من فکر میکنم در بُعد اجتماعی و اداره و مدیریت کشور ما حرف داریم که قضاوت بکنیم، حرف داریم که بسنجیم، حرف داریم که صدای خودمون رو بلند بکنیم، حرف داریم که فرهنگ مسیحی خودمون رو هم معرفی بکنیم و تا اونجایی هم که امکان داره اعمال بکنیم در بخشی از قسمت‌ها. البته حالا صحبت خواهیم کرد که این خط قرمز تا کجا باید کشیده بشه. اجازه بدید تو همون بخش فعلا که داریم راجع به مردم غیر مسیحی صحبت میکنیم اینو اشاره بکنم. من به شخصه و اونجور که کلام خدا رو میفهمم، هدف ما، جنگ ما با انسان خاصی نیست. حتی اگه حالا یک رئیس جمهوری، سران کشور یا مقاماتی دارن اشتباه میکنن، من میتونم به مخالفت با طرز فکر اشتباه بپردازم، بگم این نوع باور، این نوع عمل کرد که ناشی از یک همچین فکری اشتباهه، من میتونم به اون برسم. ولی محکوم کردن خود شخص من فکر میکنم هیچ وقت نتیجه مثبتی نخواهد داشت. شخص دفاعی میشه، نمیخواد قبول بکنه و بعدم اصلا جوابگو نیست، من دارم شخص رو پایین میارم. من فکر میکنم ما جا داره که یک طرز فکری رو که اشتباه هست در موقعش بیستیم. ما اینجا نگفتیم ما در ایمان مسیحی باید با گناه دنیا سازش بکنیم، ولی در کنارش باید حواسمون باشه که این با حکمت باشه، حواسمون باشه که به شخص داریم میگیم که من و خدا تو رو دوست داریم، ولی مشکل مشکل طرز فکر، مشکل گناه، مشکل عمل کردی هست که داره روی جامعه تاثیر میذاره. و من فکر میکنم در اون زمینه جلو بریم اشکالی نداره، ولی گاهی ما ناخودآگاه اصلا از طرز فکر و در واقع انالایز کردن طرز فکر دور میشیم و نزدیک میشیم به انتقاد شخصی. او این شخص اصلا نمیفهمه، این شخص اصلا نمیدونم این مشکلات روحی و روانی این شخص این. دیگه مشکل ما با طرز فکر نیست، مشکل ما با خود شخص میشه، مشکل شخصی میشه. و بعد حواسمون باشه از اون کناره بگیریم، چون ایمان مسیحی ما برای بنای اشخاصه، برای بشارت و بازیافت اشخاصه، نه برای نابودی اشخاص. ما میتونیم با طرز فکرها مخالف باشیم، نظرمون رو ابراز بکنیم، چرا که نظرمون رو که ابراز میکنیم اگر مطابق کلام خدا هست داریم در واقع طرز فکر خدا رو در باب یک چیزی انتقال میدیم و این وظیفه ما هست. ما کلام خدا میگه هیچکس جز روح انسان که در انسان افکار انسان رو نمیدونه و هیچ کس جز روح خدا که در خداست افکار خدا رو نمیدونه. و حالا اگه روح خدا در منه، من میتونم افکار خدا رو از طریق کلام خدا انتقال بدم و این وظیفه مسیحیانه. درسته. من تو که شما گفتیم ما خب اصلا آدمایی که ایماندار نیستن یا در دنیا هستن که اصلا بحثشون مشخصه. ما حتی در همونطور که مانی عزیز گفت در کلیسا هم ما نباید قضاوت بکنیم، که خیلی وقت این کارو میکنیم. این معلومه اصلا ایمان آورده، اون توبه کرده، این حیاتو داره، اون روح قدسو داره یا نداره، اون کار ما نیست. ولی من از یک جهتی، حالا شاید نه به اسم قضاوت، چون وقتی ما در کلام خدا میبینیم که میگه گفته نزد هم دیگه به گناهان خود اعتراف بکنی، یعنی یک مسئولیتی داده میشه به اعضای کلیسا که هوای همدیگه رو داشته باشیم یا همدیگه رو بلند بکنیم. وقتی من اینقدر راحت هستم با خواهر یا برادر کلیسایی که به گناه خودم اعتراف کنم، حالا گناهی که نسبت به اون شخص دارم یا گناهی که اذیتم میکنه و نیاز به کمک دارم از اون شخص، خب پس یعنی این مسئولیت رو به اون شخص نسبت به من داره که کمک بکنه. نباید قضاوت بکنیم به عنوان اینکه کسی رو محکوم کنیم و بدتر به قول معروف بکوبیم، بلکه البته اونم به قول معروف جای خودش داره که کی این کارو داره میکنه، به چه شکل داره این کار میکنه، آیا در اون جایگاه قرار داره، چه از نظر مقامی در کلیسا، چه از نظر روحانی در کلیسا. و ما در مقابل اعمال همدیگه مسئول هستیم بتونیم همدیگه رو بلند بکنیم. اگر من مطمئن هستم میتونم با به قول معروف بیان ایراد شخصی او رو بلند بکنم و از اون شرایط بیرون بیارم، به نظرم باید این کار رو بکنم. ولی اگر مطمئن نیستم، نه، بهتره که سکوت بکنم و صحبتی نداشته باشم.